در تحقق رؤیاهای یک ملت، دانشمندان بازیگران اصلی‌اند. کسانی که روح خودباوری را در کالبد یک ملت می‌دمند. آنان رویش را با ابزار دانش و فناوری بشارت می‌دهند. صحنه ایفای نقش آنها امروز دانشگاه است. اینجا مغز صنعت ایران است، شهری پر جنب و جوش با مردمانی در جستجوی گنج دانش. اینجا سرآغاز حرکتی است به سوی آینده و بستری است برای رویش، جایی که نوابغ زیادی در آن تربیت یافته و به دنیا معرفی می شوند، محیطی پویا، پرنشاط و علمی برای رهپویان علم و دانش. دانشگاه صنعتی شریف. دو خصوصیت ممتاز رو در تاریخچه این دانشگاه انسان مشاهده میکنه، یکی خصوصیت علمی، یکی خصوصیت انقلابی و دینی. سال 2010 و اون حدود رتبه 500 بین‌المللی بودیم و الان رتبه 250 تا 275. این طی 3-4 سال چیزی حدود 250 رتبه، این چیز خارق‌العاده است. خیلی خوشمانه خوبی این که شریف باشی و برتا بخوای کارای انجام بدی. خوشحالم که دانشگاه ما روز به روز داره بهتر میشه. امیدوارم یک روزی بشه که این دانشگاه رتبه اول علمی در دنیا باشه. اگر فرد خودش بخواد میتونه به هر چیز دست پیدا کنه، به بالاترین مدارج علمی، به بالاترین فناوری ها. این خاص خود فرد هست، محیط آماده است. دانشگاهی که محیطی پویا داره. از جای جهان بپرسین ایران اول میگه شریف. شما چکیده از استعداد 70 میلیون نفر رو اینجا داری و این بی نظیره. در سطح فنی دانشگاه برتر کشوره. دانشگاه شریف دانشگاهی است که در مدت زمان کوتاهی از آغاز پیدایشش به یه مرحله بسیار قابل توجهی در سطح جهانی رسید و باعث افتخار کشور است. دوستان من که از کشورهای دیگه اونجا همکارم هستن، وقتی یک کسی فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف در ایران هستش، برداشت بسیار خوبی دارن از سابقه این دانشگاه. اسم دانشگاه صنعتی شریف به واسطه کیفیت فارغ التحصیلان و کیفیت اساتیدش در تمام دنیا، چه در داخل ایران و چه در خارج، به عنوان یک برند علمی رد اول در تمام جهان شناخته شده هستش. مؤسسه تایمز هایر در سال 2013-2014 رتبه دانشگاه صنعتی شریف رو در بین 251 تا 275 دانشگاه برتر دنیا اعلام کرده. اینجا دانشگاهیه که بهترین های کشور بهترین فرصت عمر خودشون رو تخصیص میدن برای اینکه بهترین ها رو برای ملت و میهن خودشون رقم بزنن. کماکان شریف هسته. پارسال فکر کنم 100 نفر 92 نفر 100 نفر اول کنکور شریف زده بودن. اعتراف داخل و خارج در زمره بهترین دانشگاه هاست. ما فقط در یک سال چیز حدود 75 رتبه ارتقا رو بر اساس رتبه‌بندی تایمز هایر ادویکیشن در واقع می‌بینیم. قرار گرفتن در ردیف 200 دانشگاه برتر جهان، عضویت در کنگره دانشگاه‌های جهان، مرکز بین‌المللی فیزیک تئوری، آکادمی علوم جهان سوم و مجامع معتبر علمی دیگر دنیا نشان از پویایی و اعتبار بالای این دانشگاه در جهان دارد. Second is about opportunities to do science. And those of you who have been admitted to the prestigious Sharif University have been given a great opportunity.
We expect you to take it seriously and use it productively. The chairman of that department has said that without a doubt, the finest university in the world, preparing electrical engineers, undergraduate, is Sharif University in Tehran. We arrived at the home of our friend, Abdul Latif, as the last orange streak of the sunset was fading into the dark night. دانشگاه شریف از دید من یه باغیه که همه میوه‌هاش سرخ، شیرین و زیباست. دانشگاه صنعتی شریف میراث 50 ساله اصیل‌ترین فرهیختگان، معلمان، دانش آموختگان و فرهنگیان کشور ماست. 11 آبان ماه سال 1344، تهران. متخصصین مورد نیاز بخش‌های مختلف کشور می‌بایستی تربیت شوند با کیفیتی در تراز دانشگاه‌های معتبر دنیا. بدین منظور دانشگاه صنعتی شریف در این روز تأسیس شد و با تلاش روزافزون خانواده شریف و با توکل به خالق هستی بخش به جایگاه رفیع علمی کشور نایل گردید. طلا نیست، ثروت مملکت مغزهایی است. برجسته و خدمتگزار. سعید ایجوی دارنده مدال طلای جهانی المپیاد کامپیوتر سال 1391. یکی از دانشجویان ما برای دوره دکترا به یکی از بهترین دانشگاه‌های آمریکا رفته بود و او تعریف می‌کرد که من رفتم پلوی استادی که روی همون پروژه کار بکنم و سوابق من رو که پرسید گفتم من فوق لیسانسم رو در صنعتی شریف گرفتم و نام استاد رو، و بعد اون شخص گفته بود که شما دکتر ایکس رو در ایران داری، بعد اومدی پاشد اینجا با من کار می‌کنی، اومدی اینجا که با من دکتراتو بگیری. من خودم مقالات ایشون رو به صورت مجموعه جز مطالعه اجباری گذاشتم در کلاس هام و برای دانشجویانی که پروژه میگیرن. محمد رضا ملکی دارنده مدال نمره جهانی المپیاد کامپیوتر دانش آموزی سال 1391. نوع ورودی ما با دانشگاه دیگه فرق میکنه و در نتیجه خروجی دانشجوهای اینجا خیلی متفاوت هستن از دانشگاه دیگه. دانشگاه شریف یه دانشگاه شناخته شده است، کاملا شناخته شده است. دانشگاه شریف یکی از افتخارات دانشگاهی جهانه به نظر من. آموزش یکی از ارکان اصلی دانشگاه‌ها در تربیت متخصصان است. دانشگاه صنعتی شریف از ابتدا با بهترین استادا شکل گرفته. به این خاطر از ابتدا بهترین دانشجوها هم اومدن اینجا. و چون بهترین هیئت علمی رو هم داشت، از ابتدا تراز این دانشگاه بالاتر از تراز دانشگاه‌های دیگه بود. قرار گرفتن دانشگاه در فراز قله‌های پر افتخار علم و فناوری وامدار حضور اساتیدی توانمند، پویا و با رتبه علمی بالاست. دانشگاه صنعتی شریف هنگامی که ما اینجا وارد شدیم واقعا آموزش علمی بسیار خوبی به ما عرضه کرد. هدایت علمی دانشگاه شریف با حضور بیش از 750 عضو هیئت علمی تمام وقت و پاره وقت کیفیتی فزاینده به حوزه آموزش دانشگاه بخشیده است. کیهانشناسی، سامانه‌های هوافضایی، سازه و زلزله، نانو ساختارها، تبدیل انرژی و بسیاری از حوزه‌های نوین علمی معطوف به فناوری‌های پیشرفته زمینه‌هایی هستند که 14 قطب علمی دانشگاه در آنها فعالیت روزافزون دارد. با توجه به نیازهای کشور و جهتگیری‌هایی که دانشگاه داشته، امروزه یه دانشگاه پژوهش محوره. یعنی میتونیم بگیم فعالیت اصلی دانشگاه فعالیت‌های پژوهشی و علمی است، هم برای گسترش مرزهای دانش، هم برای پاسخگویی به نیازهای حال و آینده کشور.
دانشگاه ها رکن مهم دیگری دارند که عامل پویایی آنهاست. پژوهش. پژوهش به طور علمی و تخصصی دانشگاه را در مسیر توسعه علم و فناوری قرار می دهد. رویکرد ویژه دانشگاه در رفع نیازهای جامعه و صنعت و هدایت پژوهش‌های دانشگاه به سوی صنعت، واژه فناوری را در این دانشگاه کلیدی می‌سازد. این دانشگاه به عنوان قلب فناوری صنعت نقشی ممتاز در رفع چالش‌های صنعت کشور دارد. ما در حال حاضر یک سرانه در حدود 3.2 مقاله ISI در ازای هر عضو هیئت علمی داریم. 14 پژوهشکده مختلف دانشگاه مدیریت و اجرای طرح‌های کلان پژوهشی را در سطح ملی و بین‌المللی بر عهده دارد. ما در حال حاضر اچ ایندکسمون حدود 56 هستش و ارجاعاتی که به مقالات ما داده شده در طی 5 سال اخیر یک رشد بی سابقه ای داشته. فراهم بودن زمینه‌های خلاقیت و شکوفایی استعدادها، کیفیت بالای آموزش و فرصت‌های ارزشمند پژوهشی برای جذب نخبگان کشور دلیل قانع کننده است. درخشش نخبگان دانشگاه شریف در جهان حکایت از توانمندی ارکان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی آن دارد. دانشجویانمون فضای کار مرز دانشی و جدی دانش بنیان پیدا نمی کردن و خیلی ازشون مجبور بودن که حتی این فضا رو در خارج از کشور پیدا بکنن. هم دانشگاه شریف هم دانشگاه یه مرکزیه، یک مکانیه که شما بتونین آماده بشین واسه ورود به جامعه. فقط پروژه ماهواره شریف 150 دانشجوی برجسته علمی رو در واقع تونسته تربیت کنه در مرز دانش. خیلی از اینا الان هیئت علمی دانشگاه ها شدن. دانشگاه شریف جزء دانشگاه‌های نسل سوم است، جایی که چرخه تولید علم و فناوری و تجاری سازی آن به طور کامل در درونش اتفاق می‌افتد. بحث دانشگاه نسل سوم برای من دانشگاه بسیار مهم است که در اون علم به عمل می‌رسه و این بحث بسیار جدی است. تو کل دانشگاه ایران من احساس می‌کنم شریف جزء اونایی که بیشتر تو فضای کسب و کار. در اینجا کارآفرینی اولویتی ویژه دارد. یکی از رویکردهایی که الان یک دهه هست در دانشگاه صنعتی شریف دنبال میشه و با جدیت هم به حال هدف گذاری شده، موضوع کارآفرینی و توسعه کسب و کار دانش بنیان هست. بر اساس شعار یونسکو که دانشگاه ورودیش دانشجوست و خروجیش شرکت دانش بنیان، این شعار بسیار مدرن و امروزه یونسکو رو ما در واقع به دنبال هستیم که محقق کنیم. خیلی ها دوست دارن که اینجا تحصیل کنن به سبب بازار کاری که داره و اون کریدیتی که داره برای کارفرما. نقش بسیار بارزی هم فارغ التحصیلای ما و هم اساتید ما که در اینجا شاغل هستند در برنامه‌های صنعتی و علمی کشور داشتن و هنوزم دارند. دانشگاه صنعتی شریف مبدع خیلی از مدل‌های نوین همکاری با صنعت بوده، مثل ایجاد پژوهشکده‌های مشترک با صنعت، مثل ایجاد شرکت‌های مشترک با صنعت و برنامه‌های توسعه فناوری و تجاری سازی که ما در دست اقدام داریم و در حال توسعه اونها با بخش‌های صنعتی هستیم. از لحاظ علمی یکی از معتبرترین دانشگاه‌های کشوره و ارتباطش با صنعت مطمئنا خیلی بهتر هستش. ما در دانشگاه صنعتی شریف طی 10 سال گذشته مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه رو تأسیس کردیم که در پروژه‌های کلان ملی کشور نقش اساسی ایفا کرده. در حد 10 شرکت خوب هر ساله از مرکز رشد و فناوری ما دارن فارغ التحصیل میشن. ما
مرکز رشد در واقع فضایی است که دانشجوهای دانشگاه، اساتید دانشگاه و فارغ التحصیل دانشگاه میتونن یک شرکتی رو ایجاد بکنن و با استفاده از این ظرفیت فعالیت‌های خودشون و دستاوردهای فناوری خودشون رو به جامعه ارائه بکنن. دانشگاه‌ها منشأ تحول و پیشرفت یک ملت هستند و تحول فرهنگی یک وجه مهم پیشرفت. من میتونم بگم دانشگاه نسل چهارم، چیزی که یه زمان تحت عنوان مدل‌های آکسبریج در واقع در دنیا مطرح می‌شد، دانشگاهی که به فرهنگ جوان‌های دانشجو بسیار توجه داره. فرهنگ رکنی دیگر از ارکان دانشگاه است که چرخه تعلیم و تربیت با آن تکمیل می‌شود. می‌کنم یکی از مهمترین مؤلفه های این فرهنگ یا این هویت دانشگاه صنعتی شریف عزم و همت بالای افراد حاضر در این دانشگاه هست. فکر کنم آرزوی هر جوان تحصیل کرده باشه که از دانشگاه شریف یه روز فارغ التحصیل بشه و من خدا رو شکر میکنم که این اتفاق واسه من سال 67 افتاد و بهترین دانشگاه فنی ایران قبول شدم. کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه نمادی است از توسعه فرهنگی. برگزاری این کرسی‌ها، همایش‌ها و مسابقات مختلف فرهنگی ورزشی بخشی از رویدادهایی است که در حوزه فرهنگی دانشگاه انجام می‌گیرد. سازماندهی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان و پشتیبانی نهادهای دانشجویی فعال مأموریتی است فرهنگی برای دانشگاه و افزایش روحیه همکاری دانشجویان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی عزمی است جدی در این حوزه. انجمن‌های علمی، کانون‌های مذهبی، فرهنگی و هنری، تشکل‌های اسلامی و خانه نشریات شریف در یک فضای فرهنگی فعالیتی صمیمی دارند که نوید بخش تراوت دانشجویی و بیانگر پویایی دانشگاه در بعد فرهنگ و هنر است. دانش آموختگان شریف سهم عظیمی از نخبگان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران را تشکیل می دهند. و امروز دانشگاه صنعتی شریف با 13 دانشکده به جایگاهی رسیده که هر روز برگ‌های زرین جدیدی به دفتر افتخارات آن در عرصه‌های ملی و بین المللی افزوده می شود. شما ثروت مملکتی، شما همه چیز مملکتی. ثروت مملکت نفت نیست، ثروت مملکت طلا نیست، ثروت مملکت مغزهاییست برجسته و خدمتگزار و فداکار که شما هستید. یک آرزو دارم در زندگی، اگه مردم این آرزو رو من اجرا کنید، به مملکتتون خدمت کنید.